جمهور برگزیده مقاومت سیاست مماشات با آخوندهای حاکم بر ایران را سیاستی شکست خورده و فاجعه آفرین توصیف نمود و در حالی که اتحادیه اروپا و فرانسه را به شنیدن صدای نمایندگان مردم فرانسه و اتخاذ یک سیاست قاطع در مقابل فاشیسم مذهبی فرا می‌خواند، خطاب به گرد همایی پارلمانی در مجلس ملی فرانسه گفت: فرانسه به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا وظیفه سنگینی بر دوش دارد. فرانسه در مقابل یک دوراهی قرار دارد. یک راه ادامه سیاست استمالت، تن دادن به فاشیسم مذهبی و پذیرش اتمی شدن ملایان می باشد. راه دیگر رهبری اروپا برای احترام به حکومت قانون، حذف موانعی که در مقابل مقاومت ایجاد کرده و اتخاذ یک سیاست قاطع در قبال ملایان و حمایت از تغییر دموکراتیک در ایران می باشد. بیانیه شما صدای واقعی مردم فرانسه است. همانطور که گرد همایی 70,000 نفره ایرانیان دو هفته قبل در ویلپند تبلور خواسته مردم ایران بود. این گرد همایی همچون بیانیه شما پژواک ندای مردم تحت ستم ایران برای آزادی بود. پژواک فریاد زنانی بود که در رژیم زنستیز ملاها تحقیر، شکنجه و سنگسار و کودکانی که اعدام می شوند. خروش آنها تبلور عزم جزم مردم ایران برای سرنگونی رژیم ملاها بود. دولت فرانسه و اتحادیه اروپا باید به این صداها گوش فرا بدهند. در اجلاس پارلمانی که در محل مجلس ملی فرانسه برگزار شد، نمایندگان مجلس ملی فرانسه از احزاب و فراکسیون‌های مختلف پارلمانی و از کمیسیون‌های مختلف از جمله کمیسیون‌های حقوقی، فرهنگی و اجتماعی، دفاع و نیروهای مسلح و از هیئت مجلس ملی در اتحادیه اروپا و همچنین آقایان راجر گیل، برایان بینلی، جو بنتون نمایندگان مردم انگلستان در مجلس عوام و لورد کینگ عضو مجلس اعیان انگلستان شرکت داشتند. آقای ژان پیر برار نماینده مجلس ملی فرانسه که ریاست جلسه را بر عهده داشت، در سخنان خود از سوی نمایندگان مجلس فرانسه ضمن خیر مقدم به خانم رجوی مقاومت ایران را از بسیاری جهات با مقاومت ضد فاشیستی فرانسه که ژنرال دوگل از تبعید آن را رهبری می کرد مشابه دانست و گفت: ما در اینجا گرد آمده ایم تا از سوی افکار عمومی و مجلس فرانسه به دولت فرانسه بگوییم که سیاست مماشات با فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران یک سیاست اشتباه است. ما این مبارزه را ادامه می دهیم و طرح‌های دیگری هم داریم که در آینده اعلام خواهد شد. مبارزه ما در کنار مقاومت ایران برای اعمال حاکمیت قانون و عدالت و برای استقرار دموکراسی در ایران است. آقای آدریان زلر، رئیس شورای منطقه آلزاس فرانسه، در سخنان خود خطاب به خانم رجوی گفت: اینکه آقای مورر نماینده مجلس ملی فرانسه از منطقه آلزاس از آرمان شما حمایت می‌کند، باعث افتخار ماست. من آخرین دیدارمان را در جلسه استراسبورگ به خاطر می آورم و اکنون نیز به شما پیوسته ایم به خاطر اینکه مبارزه شما با مبارزه خودمان برای حاکمیت قانون و دموکراسی پیوند خورده است. ما از شما می خواهیم که به نبرد عادلانه‌تان ادامه دهید و نامگذاری ظالمانه تروریستی علیه مجاهدین را می توانیم با نامگذاری نلسون ماندلا مقایسه کنیم که تا همین اواخر هم وجود داشت و ناحق بودن آن به این خاطر است
که به نیرویی که برای یک آرمان عادلانه مبارزه می کند برچسب تروریستی می زنند. آقای جان فیلیپ مارر نماینده مجلس ملی فرانسه در سخنان خود گفت: من خوشحالم که در کنار شما هستم و فکر میکنم که به رغم همه مشکلات اکنون زمان مناسبی است که ما به عنوان دموکرات ها از دموکراسی واقعی حمایت کنیم. بیانیه ما و حضور نمایندگان مجلس ملی فرانسه از گرایش های مختلف در همین جلسه نشان میدهد که این بحث یک تمایل خاص سیاسی نیست، بلکه بحث ما دفاع از دموکراسی در ایران است و نمایندگان صرف نظر از گرایش سیاسی خود به حمایت از دموکراسی در ایران برخواستند. رژیم حاکم بر ایران در داخل کشور حقوق مردم ایران را پایمال می کند و در منطقه نیز عامل بی‌ثباتی است. شما شعله مقاومت را فروزان نگه داشته اید. همانند جنرال دوگل که به لندن رفته بود، شما نیز امروز وسائل ارتباطی را برای مبارزه بر حقتان در ایران به کار می‌گیرید تا صدایتان را به مردم ایران و همه کسانی که از ستم این رژیم رنج می‌برند برسانید. ما در کنار شما هستیم تا پژواک صدای شما را به سراسر ایران برسانیم و بگوییم که علی‌رغم همه موانع شما در این مبارزه موفق خواهید شد و کسی نمی‌تواند مانع پیروزی شما شود. سید احمد غزالی نخست وزیر سابق الجزایر گفت: من به نمایندگان مجلس ملی فرانسه به خاطر ابتکار عملشان در حمایت از یک مقاومت مشروع تبریک میگویم. آنها در فرانسه رهبری دفاع از حکومت قانون را میتوانند بر عهده بگیرند، همچنان که در انگلستان نمایندگان مجلسین انگلستان همین کار را کردند. فشارهای رژیم آخوندی باعث شده کسانی به همدستی با دیکتاتوری حاکم بر ایران تن بدهند، ولی اکنون می‌بینیم که نمایندگان مجلس ملی فرانسه توانستند در مقابل این کار بایستند. شما نمایندگان مجلس ملی فرانسه و شما نمایندگان مجلسین فرانسه قادر هستید چشمان دولت‌های خودتان را باز کنید و مبارزه شما بر حق است و با این مبارزه صفحات تاریخ اروپا میتواند بسته شود.